سلام و درود، سلام و درود خدمت همه عزیزا. امیدوارم حالتان عالی، پرفکت، فوقلاده و شاد و پر انرژی باشین. خوش آمد میگومتان یک بار دیگر به برنامه نیم ساعت مطالعه از اینستاگرام به صورت زنده که هر شب برگزار میشه. خیلی خوشحالم که باز در خدمت هم قرار داریم و بهترین کتاب ها و نابترین کتاب هایی که عزیزای ما در کشورهای مختلف به آن دسترسی ندارن با هم مطالعه میکنیم و ویدیوهایش تهیه میکنیم و در خدمت همه عزیزای ما قرار میتیم تا بتانن سالیان سال از این ویدیوها همیشگی استفاده بکنن و در فرهنگ پرورش افکار، در فرهنگ رشد انسان ها و همچنان در فرهنگ کتابخوانی و مطالعه بیاییم قدمی بگذاریم. از کتابی که زیر دست داریم و شروع کردیم به مطالعهش، کتاب ای وطن جور نمیشه هست که میگه من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه بر میخیزن، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. حالا کتاب ما فصل اولش و قسمت اولش دیشب مطالعه داشتیم و تا وسط صفحه 33 مطالعه کردیم. از امشب از ادامه صفحه 33 قسمت دوم کتابی وطن جور نمیشه را با هم مطالعه میکنیم. از اونایی که جدید پیوستن خب قطعا میتونن قسمت اولی این کتاب در همین صفحه اینستاگرام و همچنان در صفحه یوتیوب نام لایف آیز اونجا دریابن. وقتی سرچ بکنین کتابی وطن جور نمیشه، خود به خود شما در یوتیوب پیدایش میکنین. خب ادامه داستان رو میخوانیم. کسایی که دیروز بودن تا یک جای خوانده بودیم که سختی ها و چالش های دوری طفولیت، اونجا بیان شده بود که کودکی چه سختی ها و چه چالش ها را داشتیم. در ادامه خب دو برادرم آن زمان در بدخشان بودن، آنها هم برای مهر و محبت می‌ورزیدن و معمولا در برخی مواقع در بین آنان تصمیم گیرنده من بودم. خب یادم است یکی از روزها کسی از بزرگان خانه نبودن و ما تنها بودیم. می‌خواستیم برنج پخته کنیم. آنها گفتم که هر کس هر قدر برنجی که میخورد خودش کاسه خود را برنج خام پر کرده بیاورد تا من پخته کنم. پخته که شد سهمش را همان قدر برنجی که خام آورده بود میدهم. آنها رفتن و این کار را انجام دادن و من برنج را پخته کردم. وقتی که برنج پخته شد از دیگ اضافه کرد، چون نمیدانستم که دیگ گنجایش چقدر برنج را دارد. حتی نمیدانستم وقتی که برنج پخته شود حجمش بعد از پختن بیشتر می شود و این قسمت از خاطرات هرگز فراموشم نمی شود. همین قسم شبها بر سر خرمن گندم، حالا خرمن بچه ها کسایی که حالا نمی فهمه معنیشه، محلی است که بعد درو و جمع کردن گندم در آنجا دانه های گندم را از گیاهان جدا ساخته و نتایج کشت هرچی که باشد در خرمن جمع میگردد. اوکی؟ و یا هر چیزی که به اصطلاح همین قسم شبها بر سر خرمن گندم و یا هر چیزی که بود میرفتم و در بالای کشتزارها میخوابیدیم و هرچی در خرمن جمع میشد مجبور بودیم که آن را نگهداری کنیم. از شب تا صبح در آنجا میخوابیدیم. سرخط در آن دوران، یعنی کلن شوق و علاقه هم به تربیه و نگهداری پرندگان داشتم در اون زمان. چند سال بعد زمانی که برای اولین بار در جریان رخصتی یا تعطیلات مدت 3 ماه تابستانیم به زادگاه هم آمده بودم، با همان شوق و علاقه قبلی به دنبال تربیه پرندگان می رفتم. از جمله پرنده ای است به نام مینا را با بسیار تلاش و سختی ها تربیه کرده بودم. وقتی که راه می رفتم و دنبالم می آمد صدایم را در ذهنش ضبط کرده بودم
حتی چطوری این کار انجام داده بودم، خب سر مینا رو می گرفتم و تا بیگاه معمولا در اوقات مختلف در گوشش مینا 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 می گفتم. حتی اینکه دیگر میناها که می آمدن و هرگاه در بین آنها می بود، وقتی که آنها را دنبال می کردم تا فرار کنند، این مینا با آنها نمی رفت. دوباره به پیش من می آمد. در روزهای اول من به آن ملخ می گرفتم و می دادم. ملخ خوب حشری کوچیکی است که در فصل گرما پیدا می شه و بیشتر در کشتارهایی که پرندگان آنها را می خورن. در روزهای اول خوب خودم این کار براش انجام می دادم. همه قسم با آن مینا تعلیم دادم که خودکفا شود و طریقی غذا به دست آوردن را بیاموزد. و همچنان به جاهایی که ملخ بیشتر بود می رفتم و ملخ را برایش با انگشت نشان می دادم. مینا مینا می گفتم می آمد و ملخ را می گرفت و بعدها خود ملخ را شکار می کرد. در واقع آن دوره قصه ها و داستان های زیادی دارد. اما آنچه به من پیام تغییر و دیگرگونی می داد دوری رنج و تکلیف بود که همیشه تصمیم فرار را داشتم. در فکر این بودم که چه وقت شود از آنجا نجات یابم. چون نام کابل را شنیده بودم، شوخ علاقه زیاد به کابل آمدن داشتم. تلخی داستان دیگر زندگیم این که یادم نمی آید کسی در کودکی من را شسته باشد یا سرم را شامپو زده باشد و یا هم صابون. اصلا به یاد ندارم. دستای من قد زیاد ترک ترک داشت که فکر میکردم شکل یا پوست دست همینطوری است. بعدها برای درس خواندن بیرون از کشور رفتم، فهمیدم که او ترک ترک چرک بوده چون دستهایم خط خط شده بود. آخر دانستم که نخیر، این قسم نبوده، بلکه از حجم چرک زیاد این قسم شده بود. و همه قسم لباسهایم درست پاک نبودن و لباس پاک را به یاد ندارم که در آن دوران کودکی نزد مادراندر پوشیده باشم. تنها این که یگان لباس های استفاده شده بزرگ سالان را که از کابل می فرستادن، بعد مادراندرم آنها را به اولادها و نزدیکان خودش می پوشند، بعد از فرسوده و کهنه شدن پیوند زده و به من می داد. خلاصه همه این دوره پر از مشکلات و خاطرات است. یک بار یادم است که برادر بزرگم از کابل آمده بود و در برگشت آن به کابل فاصله زیاد را طی کرده بودم که همراهش کابل بروم. اجازه هم ندادن و من را برگشتاندن. باز هم همین قسم امیدوار مانده بودم چون مادرم در کابل بود و با برادران بزرگم که کابل بودن زندگی میکرد. در دوره طفولیت از مادر دور بودم تا اینکه بالاخره به کابل آمدم. تقریبا 2 یا 3 روز بیشتر در پیش مادر نماندم. مادر و برادرم به خاطر تحصیل من را به کسی سپردن و به پشاور روان کردن. از راه های دور و دوردراز با تحمل مشکلات زیاد به پشاور پاکستان رفتم. ما 6 برادر هستیم. من برادر پنجمی هستم. 3 برادرم بدخشان بودن. تا بسیار وقتها زندگی من در کودکی قسمی بود که اکثر اعضای خانواده‌ام را درست ندیده بودم، زیرا شمار از آنان از من دور بودند. تا اینکه خداوند لطف کرد و در مراحل مختلف با آنها نزدیک شدم. این همه حالات زندگی واقعا به من انگیزه تغییر و راه حل از مشکلات در ذهنم ترسیم کرد. منتظر فرصت‌ها بودم که یک زمان برایم میسر شد. یک بار نامی از یکی از برادرانم که در پاکستان بود و بدخشان رسید. هرگاه که می شنیدم این چنین حرفا را در فکر و چارجویی از آن می شدم تا از منطقه یعنی محل تولد و زادگاه هم بیرون شوم. اما از روی ناچاری و سن کم یعنی خرد که بودم، نمی توانستم به جای بروم و به کسی هم شکایت کنم. لذا با خداوند همیشه راز و نیاز داشتم و در جستجوی تغییر بودم. فقط از نامه و زمزمه های فامیل و خانواده دانستم که یک برادرم در پاکستان درس می خواند و برادران دیگرم در کابل هستند. فکر می کردم که حتما حالت آنها از من بهتر است.
آرزو داشتم کاش پیش آنها باشم. فقط در فکر دوری و فرار از وطن بودم، چون اکثرا با مشقت و تکلیف زندگی را پیش می بردم. با گذشت روزها زمان فرار رسید. یکی از برادرانم در کابل زندگی می کرد، بدخشان آمد و تصمیم داشت من را با خود به طرف کابل ببرد و از آنجا به خاطر درس و تعلیم و تربیه به پشاور بفرستد. یکی دیگر از برادرانم در پاکستان درس می‌خواند، نامه فرستاده بود که من را در یک پرورشگاه ثبت نام کردند. تا اینکه نامه به ما رسید، نصف سال تعلیمی گذشته بود. از این دو با یکی از برادرانم به کابل آمدم. زمانی که به کابل رسیدم یک هفته نگذشت که به طرف پشاور به خاطر درس خواندن رفتم، چون علاقه هم از کودکی به درس و تعلیم بسیار زیاد بود. اما با تأسف فرصت درست برای میسر نمی شد. در این وقت در کابل حکومت مجاهدین بود. سخن از این بود که می گفتن استاد برهان الدین ربانی مرد بزرگ افغانستان است. من با همان نگاه های کودکانه فکر می کردم که معنی حرفای مردم جسامت بزرگ و کلام را دارد. با خود می گفتم که استاد ربانی چگونه از راه دروازه داخل اتاق می شوند؟ یعنی چطور در دروازه خانه اصلا جای می شه؟ من شخصا سیاسی نیستم و با مسائل سیاسی قطعا کاری ندارم. جدا از حرفای سیاسی، تا جایی که معلومات دارم و میدانم شماری از دوستانم یتیم بودن، در پرورشگاه با من درس میخواندن. افرادی بودن که استاد ربانی آنها را حمایت میکرد و درس میخواندن، آن هم در زمانی که افغانستان و مردم ما در جنگ و مشکلات را میکشیدن. اما او برخی از یتیمهای کشور را به خاطر درس و تعلیم فرستاده بودن. خداوند روح شهید استاد برهان الدین ربانی و همه شهدای کشور را شاد داشته باشد و جایشان را بهشت برین گرداند. چون داستان کودکی هایم بود، از نگاه های کودکانه خود حکایت کردم. این دوره کودکی من دوره رنج، تکلیف و مشقت، دور از شفقت و مهر مادر بودم و محروم از امکاناتی بودم که باید یک طفل داشته باشد. من اصلا نداشتم. لذا من طفلی بودم که دردمند و دلسرد از زادگاه بزرگ شدم. خاطرات تلخ آن دوره برایم فراموش ناشدنی است و مثل آن است که نقش بر سنگ بر ذهن حکاکی شده باشد، ولی همه آن را قلمم قادر به نوشتن نیست. به یاری الله متعال در فیلم زندگیم تصمیم به تصویر کشیدن آن دوره ها را نیز دارم. پیشنهاد میکنم که در دوره شکلگیری ناخودآگاه اطفال متوجه آنان بوده باشید، چه چیزی در ذهن آنها حکاکی کنید و به کودکان ناخواسته ظلم نکنید. دوباره یک جمله بسیار زیبا در یک صفحه از این کتاب آمده. خب گفتم هر قسمتش که تمام میشه، جمران و افراد موفقی که من خیلی دوست دارم، یک جملهش اونجا نوشتم. حالا اینجا یک جمله از جمران بزرگ است، میگه آموختن شروعی ثروت است، آموختن شروعی سلامت است، آموختن شروعی معنویت است، چون مسیر تمام معجزه ها از آموختن شروع می شود. مرحوم جمران. بخش دوم کتاب در مورد خودشناسی و خودسازی است. عزیزا، شک نیست هر شخصی پیش از همه چیز مکلف و خودسازی و خودشناسی است. بناهن برای شناخت بهتر خود و خودسازی، یک راه درس و تعلیم و درس خواندن است. درس و تعلیم در فرهنگ دین مقدس اسلام از اساسی ترین و بنیادی ترین اصول زندگی است. آموختن علم و دانش در اسلام برای هر فرد مؤمن و مسلمان هم از مرد و زن فرض خوانده شده است. بنده در خانواده مسلمان به دنیا آمدم. با وجود اینکه مشکلات زیادی را دیده بودم، اما ارزش و جایگاه علم در نزد خانواده و مردم ما به عنوان یک ارزش مهم بوده است. و همین رو زمانی که من در دارالایتام مدینه منوره به حیث شاگرد پذیرفته شدم، نخستین آرزو و دغدغه رفتنم به این مرکز علمی آموختن علم و دانش بود. از برکت آن خواندن قرآن کریم را یاد گرفتم، چنانچه در صفحه قبلی هدف رفتن به آنجا را ذکر کردم. دقیقا در آنجا به مرور زمان با زبانهای زیادی آشنا شدم.
مخصوصاً با دو زبان بین المللی، عربی و انگلیسی آشنا شدم. همچنان استعداد خواندن و نوشتن را حاصل کردم. زمانی که وقت امتحان ها نزدیک می شد، شبها برای درس خواندن بیدار می بودم و دروس خانگی را که یکی از واجبات بنیادین مکاتب برای درس خواندن محسوب می شد که من با شوق و علاقه وافر آن را انجام می دادم. در هنگامی که شاگرد بودم، کم کم شعر می سرودم. نامه ها و بیانیه ها می نوشتم. همین قسم با هنر رسامی علاقه زیاد پیدا کردم و در صنف درجه ممتاز داشتم. یک نکته را قابل یادآور می دانم که این که من در زندگی خود مخصوصا مراحل تحصیلی هیچگاه اول نمره نشدم. دلیل آن این بود که اکثرا سرگرم چیزهای دیگری غیر از درس نیز بودم. یعنی در همان دوره کودکی به خود و دیگر دوستانم همیشه راهکار و برنامه تهیه می کردم. در آن زمان بیشترین تمرکز اطرافیانم بر آموزش و پرورش بود. آموزش را تنها راه موفقیت در زندگی می دانستم و من برخلاف آنها در کنار آموزش تمایل به دیگر بخش‌های زندگیم داشتم. بعداً با مطالعه کتاب 12 ستون موفقیت از جناب جیم ران بعد از دوره لیسانس خود درک کردم که واقعاً تنها راه موفقیت تحصیل نیست و موارد ذیل هم شامل زندگی می شود. از زای دل قبل از این کتاب، خب ما کتاب جناب استاد جیم ران خوانده بودیم به یک شکل، حالا میاییم به شکل خلاصیشه. اینجا من یک کتاب اضافه کردم در کتابی وطن جو نمیشه و ایره یک بار دیگه هم اینجا مرور میکنیم. صفحه 43 کتاب ای وطن جو نمیشه، ستون اول: هر فرد بیشتر باید روی خودش کار کند نسبت به کارش. همه موجودات جز انسان محدوده مشخصی برای رشد دارن. انسان تنها موجودی است که به واسطه قدرت اختیار می تواند هم به کمال برسد و هم به پستی. اوضاع وقتی عوض می شود که هر فرد بالای خودش کار کند و عوض شود تا خوب رشد کند. ستون دوم: سلامتی کامل، دیدن کارهایی که دیگران انجام دادن، انگیزه جاه‌طلبی مثبت را برای ما ایجاد می کند و کار گرفتن آموزه های قبلی مهمتر از آموختن آموزه های جدید است. سلامتی کامل از 3 بُعد ساخته شده است: عقل، احساس و اراده و روح. توانایی روح یعنی چی؟ یعنی توانایی سفر با ماورای جهان دارد که اولویت آنها روح و روان و جسم است. ستون سوم: موهبت روابط. بعد از موهبت روابط حد اکثر استفاده را ببریم. بزرگترین موهبت، موهبت روابط با مردم است. برای شکوفایی یک رابطه باید پیوسته وقت، تلاش و تصور خودمان را صرف آن کنیم. همان گونه که در تبلیغات شهری دیده میشه، شهر خوب شهر یافتنی نیست، شهر ساختنی است و این قاعده دقیقاً در رابطه با روابط صدق میکند. روابط دارای شکلگیری و تداوم نیازمند صرف زمان، هزینه و انرژی هستند. نکته مهم وجود سختی های موجود در راه رسیدن به اهداف است که باید به آنها توجه داشت. همیشه رسیدن به بهترین ها سخت است. خلق بهترین روابط، خلق بهترین درآمد، خلق زندگی شاد و خلق همه چیزهای خوب نیازمند طی کردن سختی ها و فراز و نشیب های بسیار است. چون هر چیزی ارزشمند سخت به دست می آید. به همین دلیل همه نمی توانند چیزهای ارزشمند به دست آورند. در رابطه با رابطه ها هم کیفیت رابطه و هم کمیت آن حائز اهمیت است و برای رسیدن به رابطه با کیفیت و کمیت مناسب 3 اصل مهم وجود دارد: توجه به وقت و تلاش و تصور. ستون چهارم: تحقق اهداف. نوشتن اهداف به 2 دلیل حائز اهمیت است. الف: ورود اهداف و خواسته ها به ذهن که مقدمی است برای نوشتن آنها و تعیین آنها. ب: نیروی در نوشتن هدف وجود دارد که باعث تحقق آن می شود. دلیل اهمیت نوشتن هدف چیست؟ ذهن شناخت آگاهانه ای از آن به دست می آورد و این شناخت می تواند آغازی باشد برای خلق باورهای سازنده برای تغییر در خود و مسیر آینده. و عبارت نوشتن اهداف همچون دانستن این نکته است که می خواهیم به کجا سفر کنیم. همان گونه که اولین گام در انجام یک سفر تعیین مقصد است، اولین گام برای رسیدن به اهداف تعیین کردن نوشتن آنهاست. اما فلسفه اصلی تعیین اهداف چیست؟
فلسفی اصلی آن ساخت شخصیت فرد در طول مسیری است که برای رسیدن به اهدافش تلاش می کند. جمله معروفی است که می گوید یک میلیارد افغانی درآمد داشته باش، اما نه برای اینکه 1 میلیارد افغانی پول داشته باشی، بلکه برای اینکه شخصیت در این راه ساخته شود. در یک شب نمی توانی مقصدت را تغییر دهی، اما مسیرت خود به خود موجب تغییر مقصدت می شود. پس همه چیز از تغییر شروع می شود. تعیین اهداف در 3 دوره زمانی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت می گیرد. فقط تصمیم بگیر که چه کار می خواهی بکنی و بعدش دست به کار شو. ستون 5، استفاده درست از زمان. خیلی از افراد به دلیل وجود حاشیه های امن فراوان در زندگیشان از تغییر کردن می ترسن. زن، طفل، یک شغل بخور نمیر، یک موتر و خیلی از حاشیه های امن دیگر. اما نکته ای که مهم است این است که کسب موفقیت های بزرگ جز با تغییر امکان پذیر نیست و همین دلیل باید یکی از 2 درد را به جانمان بخریم: درد انضباط یا درد پشیمانی. فقط فرقش این است که سنگینی بار انضباط به اندازه مثقال و سنگینی بار پشیمانی به اندازه خروار است. روزها خیلی مهم هستند. هر روزی که می گذرد از وزن کاسه زندگی کاسته و به وزن کاسه مرگ افزوده می شود. در هر روز فرصت های فراوان وجود دارد، اما ما باید از آن فرصت بهره ببریم که در راستای اهداف ما باشد. اگر ما برای زندگیمان برنامه‌ای نداشته باشیم، دیگران برای زندگی ما برنامه‌ای مشخص می‌کنند. زیرا همیشه یکی ارباب می‌شود، یکی دیگر رعیت. اگر تو زمان را هدایت نکنی و ارباب آن نباشی، این زمان است که تو را نوکر و رعیت خودش می‌کند. ستون 6، همنشینی با بهترین‌ها. ما همواره باید سعی کنیم کارهایمان را با بهترین نحو انجام دهیم. توجه داشته باشید به جمله مارتین لوتر کینگ که میگه برای تحقق اهدافت همیشه با بهترین ها نشست و برخاست داشته باش. و به این امر توجه داشته باش که شفافیت تصویرسازی ذهنی راز اساسی در تحقق اهداف به شمار می رود. همیشه برای خلق بهترین ها 2 راه وجود دارد: یا خود بهترین باشی و یا با بهترین ها نشست و برخاست کنی. چرا که کمال همنشین تأثیر شگرفی در نتایج فعالیت های ما دارند. ما باید انسان‌های اطرافمان را به 3 دسته تقسیم بندی کنیم: آنهایی که باید روابطمان را با آنها قطع کنیم، آنهایی که باید محدود باشند و آنهایی که باید روابطمان را با آنها افزایش دهیم. در مورد برقراری رابطه‌های جدید باید به این امر توجه داشته باشیم که زندگی آنقدر هم که فکرش کنم ساده نیست و باید در زمان‌های تصمیم‌های سخت بگیریم. سوال مهم: حالا ما چه قسم می توانیم انسان موفق را جذب کنیم؟ تنها 1 راهکار وجود دارد. برای جذب انسان‌های جذاب باید جذاب بود. برای جذب انسان‌های موفق باید موفق بود. پس توجه داشته باش، تنها راه موجود آن است که بالای خودمان کار کنیم به جای اینکه وقتمان را برای دیگران بگذاریم. باید آن وقت را به خود اختصاص دهیم. آدم‌های ناموفق دوست دارند موفق شوند. نیازمند توجه خاص و ویژه‌ای هستند. بچه ها، مزایای معاشرت با انسان‌های موفق: یادگیری تجارب بسیار با ارزش، وصل شدن به شبکه گسترده از روابط مثل دوستان و همکارانیان، فرد که به یقین تبدیل میشن به دوستان و همکاران شما، تغییر و شکل دهی نگرش ما، نگرش که ما باید بدانیم که دوستان ما نگرش ما را نمی‌سازند، اما در شکل دهی و استحکام آن نقش بسیار ویژه‌ای دارند. پس در طول سفر برای رسیدن به اهدافتان از همسفران استفاده کنید که می تواند به شما در تحقق اهدافتان کمک کنند. قوانین مربوط به موفقیت همیشه بودند، اما عدم آگاهی ما از آنها فرصت ها را از دست ما می گیرند. ستون 7، یادگیری همیشگی. تحصیلات اکادمیک دریافتن روزی به تو کمک می کند و تحصیلات شخصی دریافتن خوشبختی. یک فرد است به اسم تورو، خیلی زیبا میگه که بخشی از مردم همیشه در سکوت خفقان‌آور زندگی می کنند و آرزو را که در سینه دارن به گور می برن. تحصیلات شخصی مساویس به یادگیری های گوناگون
از افراد و اشخاص و اتفاقات گوناگون. اگر کسی در مسیر اشتباهی حرکت می کند، به انگیزه برای تند رفتن احتیاج ندارد، بلکه به آموزش احتیاج دارد تا به مسیر درست برگردد. یادگیری مقدمی ثروت است. تمام تغییرات بزرگ با یادگیری آغاز می شود. یادگیری یعنی ایجاد تغییری نسبتاً پایدار در توان رفتاری فرد. بخش اعظم زندگی پس از تحصیلات رسمی جریان دارد. راز اصلی موفقیت همان یادگیری دائمی است. چگونه؟ کتاب خواندن، سرمشق و الگو گرفتن از آدم‌های موفق و سرانجام درسگیری از شکست‌ها و استفاده از تجربیات خود و دیگران. مسئله این نیست که خرید کتاب چقدر قیمت تمام می شود. مسئله این است که اگر کتاب نخوانی چقدر برایت گران تمام می شود. اگر دوست دارید به سطح دانش و مهارت یک استاد برسید، به سراغ کتاب‌هایش بروید. بدون مطالعه هیچ پیشرفتی ممکن نیست. ستون هشتم، همه زندگی فروش است. واژه فروش وابسته به مفهوم به نام تاثیرگذاری است. هر کسی که بخواهد موفق باشد، باید بتواند هنر تاثیرگذاری بر دیگران را بیاموزد. بشر موجودی است اجتماعی و میزان موفقیت او وابسته به میزان تعامل و همکاری او با دیگران است. به همین خاطر باید تاثیرگذار بود. موفقیت در دستیابی به خواسته ها بستگی به تاثیرگذاری بر دیگران دارد. یک نوزاد زمانی که احساس گرسنگی میکند، گریه میکند و با این کارش تاثیر میگذارد تا بتواند به خواسته و نیازش دست یابد. و ما باید برای انجام تک تک امور مربوطه به زندگیمان این توانایی را داشته باشیم که بر دیگران تاثیر بگذاریم. به همین خاطر عنوان میشود که همه زندگی فروش است و کسی در انجام کارش موفق تر است که از قدرت تاثیرگذاری بیشتر بهره مند باشد. جناب توماس جفرسون میگه که اشراف سالاری به طور فطری در میان همه مردم وجود دارد و اساس دستیابی به آن شرافت و استعداد و شاید تلاش است. به چی معنی؟ به این معنی که در زمانهای گذشته موفقیت به صورت ارثی از نسل به نسل دیگر منتقل می شد، اما حالا فارغ از جنسیت، رنگ و نژاد است. اگر خواهان موفقیت باشی و برای رسیدن به آن سعی و تلاش کنی، مطمئنن موفق خواهی شد. حالا هر قدر شما فرد مستعدتر، با شرافتتر و کشاتر باشی، در تاثیرگذاری موفقتر عمل خواهی کرد و فقط یک راه وجود دارد که دیگران فرد را انسان شریف و با استعداد بدانند و آن این است که آن فرد شریف و با استعداد باشد. مهارت‌های فروش: 1. شناخت دقیق محصولی که عرضه می‌کنیم. برای اینکه چیز را که می‌خواهی عرضه کنی، باید آن را داشته باشی. برای عرضه هر چیز باید اول آن را بشناسی، باور به آن داشته باشی و آن را احساس کنی. 2. صحبت با تعداد زیادی از انسان‌ها، 10% از 40 نفر بیشتر از 10% 10 نفر است. 3. داشتن پشتکار و تسلیم نشدن. هیچگاه در برابر پاسخ نه تسلیم نشو. ستون نهم، رشد مالی تابع رشد فردی است. این ستون مربوط به پول است. پولی که نمیتواند باعث خوشبختی شود، اما نبودش حتما باعث بدبختی میشود. پول هیچگاه امنیت خاطر نمیآورد، زیرا که ممکن است هر لحظه از دست برود. و مهم میلیونر شدن نیست، مهم این است که برای تبدیل شدن به یک میلیونر باید به چه قسم شخص تبدیل شوی. و همین خاطر است که گفته می شود رشد مالی تابع رشد فردی است. برای اینکه بتوانی یک میلیون دلار به دست بیاوری، باید به انسانی یک میلیون دلاری با باورهای میلیونی تبدیل شوی. علاقه به پول تنها حرص بیش از حد را در وجودت می پروراند. قانون طلایی ثروتمند شدن: سود گرفتن بهتر از مزد گرفتن است. راهکار چیست؟ تو باید برای خودت کار کنی و یک کار مستقل را برا بیاندازی. 99% انسانهای ثروتمند برای این ثروتمند شدن که برای خودشان کار میکنن و سود میگیرن. اصول رسیدن به ثروت: تمام وقت روی شغلت کار کن و پاره وقت روی آیندهت. در کنار شغل اصلی یک کار جانبی را بیانداز و کم کم توسعهش بدی. حالا به نظرت رسیدن به چنین جایی چقدر سخت است؟ مطمئنن خیلی، چون انجام همه کارهای با ارزش سخت است و برای تحلیل سختی ها راه و افزایش استقامت، درد انضباط و درد پشیمانی را به یاد آور. همیشه به یاد داشته باش که استقلال مالی نیازمند داشتن کار مستقل و آزاد است. همه زندگی فروش است و رشد مالی تابع رشد فردی است. ستون دهم، یک رابطه مؤثر باعث ایجاد تفاهم می شود.
موفقیت به همکاری آدم‌ها بستگی دارد. رابطه یعنی تلاش دو یا چند نفر برای رسیدن به تفاهم. یعنی چی؟ یعنی توانایی تحمل تفاوت‌ها. وقتی آنها به تفاهم برسند و با یکدیگر متحد شوند، از نیروی خارق‌العاده‌ای برخوردار خواهند شد. متفاوت بودن انسان هاست که ضرورت ایجاد رابطه و تفاهم را در ما خلق می کند. آفت مهلک روابط چیز جس تلاش برای تحکم گفته ها به فرد متقابل نیست. رابطه مداوم خواهد بود که از معادله برنده برنده تابعیت کند. رابطه فقط این نیست که چی بگویی، بلکه باید بدانی که چطور و چه وقت آن را به زبان بیاوری و در عین حال میزان پذیرش شنونده را هم در نظر بگیری و در عین حال خود باید شنونده خوبی باشی. نکته مهمترین چیز در یک رابطه شنیدن است. برای اینکه شنونده خوبی باشی، باید برای طرف مقابلت شخصیت و احترام قائل باشی. ستون 11، دنیا همیشه به یک رهبر بزرگ نیاز دارد. دلیل شکست خیلی ها برمیگردد به عدم درک صحیحشان از واژه‌های گوناگونی که یکی از آن واژه‌ها کلمه رهبری است. رهبر یعنی چی؟ همه می توانند در زندگی رهبر بزرگ باشند، چون منظور این است که هنر تاثیرگذاری بر دیگران را خوب بلد باشی. رهبری کردن به معنی کمک به اصلاح افکار، باورها و اعمال دیگران است. راه رهبر شدن با کار بر روی شخصیت یعنی باورها و مهارت یعنی تخصص و دانش آغاز می شوند و موفقیت در این دو رکن عاملی است برای رسیدن به قدرت تاثیرگذاری. اعضا، اینجا بود پایان قسمت دوم کتاب وطن جور نمیشه تا صفحه 52. امیدوارم لذت برده باشین، بهره برده باشین. تا روز بعد شما را به خداوند میسپارم و انشالله که میریم ادامه کتاب با هم مرور میکنیم. فقط 3 روز آینده که میشه جمعه، شنبه، یک شنبه، من در یک سفر آموزشی هستم، میرم به یک شهر دیگه در یک کمپ آموزشی قرار خواهم داشت. از این رو اوقات ای مطالعه را حتما می داشته باشیم، اما ای که چه زمان برگزارش میکنیم مشخص نیست. من ویدیوش حتما میگیرم روزهای بعد و در اختیارتان قرار میتم. اگر در ایتا امتانستم خوب، اگر نتانستم قبلش بعدش ویدیوها را در یک تایم آنلاین میشم در اینستاگرام. اگر آنلاین بودین میایین، اگر نبودین ویدیوهایش بعد میتونین تماشا بکنین. ممنون از وقتتان، موفق و سرفراز باشین، با ما باشین تا بهترین و نابترین کتاب ها را یک جا با هم مطالعه کنیم و به سوی جاودانگی قدم بمانیم. موفق و سرفراز باشین. خدا نگهدار.